داستان جنایی، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان تنهایی را برایتان میخوانم. قبل از اینکه داستان را آغاز کنم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و علامه زنگک را نیز فشار دهید. همچنان اگر خواستید داستانی را برای خوانش با ما شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با ما به تماس شوید. آغاز داستان. تنهایی، قسمت اول. هنوز کودک بودم که سن و سالم را خوب به یاد ندارم، اما فکر کنم حدود 11 تا 12 سال عمر داشتم که ناوقت شب یک صدای بلند ساز و سرود موسیقی از پایان بلاک به گوش می رسید. این صدا بلند و بلندتر می رفت. در لابلای صدا چکچک و هیاهوی را نیز به همراه داشت. ناگزیر از بستر خوابم بلند شدم و رفتم به طرف بالکن. صدای مادرم را شنیدم که می گوید: بیا بخواب پسرم. کدام یکی از همسایه ها محفل عروسی دارد و حتما حالا دوباره به خانه برگشتند. صدف هنوز 3 سال داشت و در کنار مادرم خوابیده بود. او نیز بلا فاصله در این سر و صداها از خواب بیدار شد و شروع کرد به گریه کردن. مادرم که میخواست صدف را دوباره بخواباند، آهسته صدا کرد: سیر، پسرم، بیا بخواب، در بالکن را ببند که خواهرت بیدار میشود. اتاق تاریک بود، اما چراغ‌های بیرون و روشنی مهتاب داخل اتاق را کمی روشن کرده بود. دوباره برگشتم و بر روی بستر خواب نشستم. مادرم که با دستهایش گوشهای صدف را محکم گرفته بود، زیر لب گفت: چه مردم بی نزاکته، اصلا دهی فکر نیستن که دهی 2 بجه شب ای سر و صداها مردم را از خواب بیدار میکنه. هنوز این جملات مادرم خلاص نشده بود و هی زمزمه می کرد که همون سر و صداها در دهلیز و پله‌های زینه مربوطه ما پیچید. در ضمن زنگ دروازه ما به شدت تمام فشار داده شد. مادرم با گفتن خدا خیر کند از جا بلند شد و گفت: زنگ دروازه در این وقت شب؟ فکر کنم پدرت آمده و خواب ما را حرام کرد. هنوز مادرم درست از جا بلند نشده بود که زنگ دومی به صدا آمد. جرنگ جرنگ. من که بسیار ترسیده بودم که حالا شاید باز پدرم مادرم را لتوکوب کند که چرا دروازه را زودتر باز نکردی، تمام بدنم از ترس می لرزید و احساس سردی در وجودم بود. تا اینکه مادرم از اتاق بیرون رفت، بار سوم زنگ دروازه به صدا آمد و ترسم دوچندان شد. صدف هم گریه می کرد. خودم را به صدف رسانیدم و او را محکم در آغوش کشیدم که نترسد. مادرم ممکن پشت دروازه رسیده بود که زنگ دیگری شنیده شد. با باز شدن دروازه سر و صدای ساز و سرود بلندتر به گوش می رسید. با شدت گرفتن سر و صداها گریه صدف و ترس من نیز شدت می گرفت. صدای پدرم را شنیدم که می گفت: از همه شما تشکر که ما را همراهی کردین. خانه همه شما آباد. ما دیگه رسیدیم، زنده باشین.
حیرت زده شده بودم که پدرم چی میگه؟ گفتم حتما باز هم در نشه غرق است و مانند شبهایی که بعد از مدتها به خانه می آمد. موسیقی آرام شد و صدای حرف زدنها در دهلیز به خوبی شنیده می شد. در عین حال صداهای کفش ها که در حال پایین شدن از پله ها بودند نیز شنیده می شد، که این نشان می داد مهمانان بدرقه کننده در حال بازگشتند. این بار صدای پدرم را شنیدم. ولی مادرم؟ مادرم چرا خاموش است؟ چرا به پدرم سلام نکرد؟ پدرم کی را تعارف کرد که بیا عزیزم داخل خانه؟ و از این به بعد این خانه توست. نزدیک بود از پریشانی بمیرم. همچنان صدف را در بغل داشتم و آرامش میکردم. ولی خودم زیاد ناراحت بودم. در ذهن کوچکم صدها سوال سر و زیر میشد که چه اتفاق افتاده است؟ اینجا چه خبر است؟ در این وقت شب صدای موسیقی بلند؟ آنهایی که پایین برگشتند کیها بودند؟ کم مانده بود مغز منفجر شود. طاقت نیاوردم و به صدف خواهرم گفتم که یک لحظه میرم تا مادرم را صدا کنم. صدف را از بغلم رها کردم و دویدم به طرف دهلیز. همین که دروازه اتاق را باز کردم، بدترین تصویر زندگیم را دیدم. وجودم سردتر شد، مانند یخ. همه دهلیز روی سرم چرخید. چشمهایم خیره شدند. فکر میکردم خواب میبینم و آن هم چه خواب بدی. مادرم خودش را به دیوار تکیه داده بود. پدرم مست و خوشحال با یک عروس آراسته به لباس سفید، دستهای پدرم به دور گردن عروس حلقه شده بود. در خود آنقدر غرق بودند که اصلا متوجه نشدند که غیر از خودشان کس دیگر هم آنجا هست یا نه. همان بود که پدرم کلید اتاقش را از جیبش بیرون آورد و اتاق را باز کرد و عروس و داماد داخل آن اتاق شدند. اتاقی که بیشتر از 3 سال شده داخل آن را ندیده بودم. مادرم را از اتاقش بیرون کرده بود و به اتاق راه نمی داد. همیشه در آن اتاق قفل و کلیدش نزد خودش بود. یعنی نزد پدرم. به طرف مادرم دویدم و صدا کردم. مادر، مادر. مادرم صرف طرفم نگاه می کرد. اشک می ریخت و صدایش بلند نمی شد. تکانش دادم و به دیوار تکیه زده بود. بسیار زیاد ترسیده بودم. از اینکه پدرم بیرون نیاید و مادرم را لط و کوب نکند. صدایم را بلند نمی کردم. باشه تاب طرف آشپزخانه رفتم و کم آب با خود آوردم تا به مادرم آب بنوشانم. وقتی برگشتم دیدم صدف هم در داخل اتاق گریه می کرد. اصلا نمی دانستم چی کنم. هر قدر تلاش کردم مادرم را بلند کردم نتانستم. مادرم از حال رفته بود. یک بار به طرف مادر می دویدم و گاهی هم به طرف صدف. کاری از دستم ساخته نبود. تلاش هایم اثر نداشت. برخورد بد پدرم با مادرم ترس و وحشت را در وجودم بیشتر میکرد. بالاخره نمیدانم چطور و از کجا به فکرم رسید که از همسایه مقابل ما تقاضای کمک کنم. دروازه دهلیز بیرونی ما دیمه باز بود. دویدم و زنگ دروازهشان را فشار دادم. همان بود که بعد از 2 بار زنگ زدن در باز شد و مرد خانه برایم گفت خیریت است. گفتم کاکا جان کمک ما کن. نمیدونم مادرم چی شده. کاکا سلیم که مرد خیلی مهربان بود صدا زد که مادر سردار سیر است. فکر کنم با مادرش کدام مشکل پیش آمده. زود بیا ببین که چه خبر است. خاله کامله که نیز خانم خیلی ها مهربان بود تمام جریانات زندگی مادرم را نیز می دانست. و گاه گاه
از ما خبری می گرفت، دوید و داخل دهلیز ما شد. دید که مادرم مانند کنده یخ روی زمین افتاده و حرکت نداره. صدا زد. سلیم بیا کمک کن. کاکا سلیم آمد و با هم مادرم را از جا بلند کردن. خاله کامله به من گفت که برو صدف را هم بیار. همه ما خانه کاکا سلیم رفتیم. مادرم آرام روی دوشک قرار گرفته بود. برای شربت آوردن و رویش را با کمپله کشیدن تا وجود ناتوانش گرم شود. خاله کامله صدف خواهرم را خواباند و بعد جریان را از من پرسید. چرا مادرت به این وضعیت افتاد؟ جریان را برایش تعریف کردم. کاکا سلیم و خاله کامله هر دو پدرم را لعنت کردند. خاله کامله همیشه می گفت که این ظلم و ستم و لطکوب مادرت کم نبود که حالا سرشان باق آورد. هر دوشان یک سره حرفهای از ظلم و ستم پدرم بالای مادرم می گفتند و افسوس می کردند. بعد متوجه شدند که من بسیار ناراحت و پریشان نشستم. خاله کامله گفت پسرم کمپل را بگیر و بخواب، ناوقت شب است. پریشان مادرت نباش، انشالله خوب می شود. صبح که بیدار شوی مادرت خوب می شه. ما هم گفتم خوب است و رفتم که بخوابم. خیلی مشکل بود که آن تصویر را از ذهنم دور کنم. پریشان بودم که از این به بعد چه خواهد شد؟ مادرم بیدار خواهد شد؟ صدف که هنوز خیلی کوچک است. با وجود تن کوچکم دردهای خیلی بزرگ ذهنم را فرا گرفته بود. خواب بالایم سنگینی کرد و خوابم برد. وقتی از خواب بیدار شدم آفتاب همه جا را گرفته بود. با عجله از جایم بلند شدم، دویدم به طرف اتاق پذیرایی، دیدم مادرم در جایش نیست. بعد به طرف اتاق خاله کامله دویدم، دیدم که او هم نیست. در آشپزخانه هم کسی نبود. در اتاق دیگر صدف خوابیده بود و سردار پسر همسایه که 14 سال داشت نیز نزدیک کلکین استاده بود. پرسیدم سردار مادرمشان کجاست؟ گفت آرام باش که خواهرت بیدار میشه. بیا بیرون که برات بگویم. آمدیم بیرون طرف اتاق پذیرایی. سردار گفت سیار جان مادرت کمی ناجور شده بود. مادرم و پدرم او را به شفاخانه بردند. پریشان نشو، شاید تا چاشت دوباره بیاید. من و تو کوشش میکنیم که صدف خواهرت را آرام نگه داریم. خوب است؟ گفتم خوب است. چشم براه بودم. هر لحظه به طرف بالکن میرفتم و به بیرون نگاه میکردم که اگر مادرم برگردد. روز تقریبا حصر شده بود که زنگ دروازه زده شد. سردار دروازه را باز کرد. من هم دویدم، فکر کردم مادرم است، اما مادرم نبود. عمه سردار آمده بود تا هم غذا پخته کند و هم متوجه ما باشد. هر دو سلام کردیم و علیک گفت. بعد به سردار گفت پدرت برایم زنگ زد که بیایم پیش شما که تنها نباشید. خودش هم تا 2 ساعت دیگر می آید و بعضی وسایل و غذا را با خود به شفاخانه خواهد برد. آنجا بود که فهمیدم مادرم به این زودی ها نمی آید و حتما وضع صحیش خراب است. به گوشه آرام نشستم و به صدف خیره شدم و غرق افکار و بدبختی های آینده ما بودم. از بس که غرق در افکار بودم ندانستم زمان چطور گذشت. کاکا سلیم از شفاخانه آمد تا با خود غذا و لوازم مورد نیاز را ببرد. همین که صدایش را شنیدم دویدم به طرف دالیز و سلام دادم. مرا بوسید و به سرم دست نوازش کشید و گفت که پسرم مادرت خوب است. از اینکه فشار خون بلند داشت دکتر گفت باید در شفاخانه بماند تا کمی بهتر شود، بعد به خانه بازگردد. متوجه خود و خواهرت باش. تا زمانی که ما برگردیم عمه یا سردار با شما می باشد. پریشان هیچ چیز نباش. اصلا حال پرسیدن آن همه سؤالی که در ذهنم بود را نداشتم. برگشتم به اتاق و آرام نشستم.
دیگر خبری از خانه خود و پدرم نداشتم و حتی یک بار هم سراغ ما را نگرفتند که زن و اولادهایم چه شدند و کجا رفتند. معلوم بود که ذره از انسانیت و ترحم در وجودش نبود. زمان همچنان می گذشت، اما خیلی ها آهسته و خفه کننده. شب شد، دوباره روز و همینطور یک هفته گذشت. هنوز یادم است و هرگز فراموش نخواهم کرد، حتی تا دم مرگم. پیش کلکین نشسته بودم و پایین بلاک را نگاه می کردم. روز جمعه بود. تعداد از مردم جهت ادای نماز به طرف مسجد می رفتن که امبولانس شفاخانه زیر بلاک استاده شد. دیدم که کاکا سلیم از سیت پیش روی امبولانس پایین آمد. دویدم که مادرم را آوردن. اصلا ندانستم که این همه پله‌های زینه را با چه عجله پشت سر گذاشتم. همین که از دروازه بلاک بیرون شدم، دیدم که مادرم در حالی که در یک کمپل پیچانده شده بود روی دستان کاکا سلیم و چند نفر دیگر قرار داشت. آه که همان لحظه حس کردم. حس بسیار بد. فهمیدم که چه بلایی سرم آمده. فهمیدم که مادرم یگانه امید و تکیگاهم زندگی را برای همیشه از دست داد و ما تنها شدیم. کاکا سلیم و خاله کامله تلاش داشتند تا مرا تسلا کنند. مراسم جنازه و فاتحه به اشتراک همسایه ها و مامایم گذشت. وقتی مادرم در شفاخانه بود و این همه بدبختی بالای ما آمده بود، کاکا سلیم شماره تماس مامایم را پیدا کرده و جریانات آخر را برایش بازگو کرده بود. او که در ایران زندگی میکرد و من هرگز ندیده بودمش، بعد از ختم مراسم خاکسپاری و فاتحه، مامایم به کاکا سلیم گفت پدر بی غیرتشان خو حتی نخواست در مراسم جنازه ی زنش که چندین سال را با او سپری کرده بود بیاید و واضح برایم گفت که ما خواهرزاده هایت را کار ندارم و نمیخواهمشان. خود دانی که همراهت به ایران میبری و یا آنها را به پرورشگاه میسپاری. این آخرین حرفم برایت است. شنیدن این جملات از زبان مامایم تا مغز و استخوانم را سوختاند و از آنجا بود که فکر کردم مسئولیتم در قبال زندگی خواهرم حالا شروع شد و خودم را بایست آماده ی هر نوع تلخی زندگی کنم. در ادامه صحبت‌های مامایم با کاکا سلیم شنیدم که مامایم گفت شما زیاد زحمت خواهر و خواهرزاده هایم را کشیدید و نیکی بزرگ برایشان انجام دادید. خواهشم این است که اگر چند روز دیگر هم نزد شما بمانند بهتر خواهد بود تا من راه حل برایشان پیدا کنم. بعد می آیم و هر دویشان را با خود می برم. کاکا سلیم که شخص مهربان بود با شیرین کلامی گفت چرا نه، هر دویشان مثل اولادهایم هستند. هیچ مشکلی نیست، خاطرتان راحت باشد. خب عزیزان شنونده، بقیه داستان را در ویدیوی بعدی خواهید شنید. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.